چم به جای اینکه خودم رو دور بکنم از هویت هام، هی بیشتر به خودم جمع میکنم. و دو مرتبه اینجا باز میخوام تکرار بکنم که گفتم من هر زمانی که لکچر میذارم که در مورد کاهش وزن هستش، همیشه میگم کلمه weight loss، از دست دادن وزن، اگر بخوام کلمه به کلمه ترجمهش بکنیم کلمه اشتباهیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما انسان‌ها ترس و وحشت از دست دادن چیزها رو داریم. و براتونم گفتم که یه تحقیقات کردن، وقتی گفتن آیا شما حاضر هستین که ماهی فرزند 10,000 دلار بیشتر بگیرید، یا اینکه اون 100,000 دلاری که داریم کسی ازتون ندزده یا نگیره، اکثر افراد گفتن که اون 10,000 100,000 دلار رو کسی از من نگیره یا ندزده. چرا؟ چون من چسبندگی دارم به تمام مسائل. خب پس بنابراین قضیه فوق‌العاده مهمه، بخش رها کردن، جدا کردن من از چیزها. و زمانی که من میخوام واقعا رشد پیدا بکنم، برای قوی کردن اون مسئله این هستش، اون عضله، که من روزانه میبینم چه چیزایی هستش که من واقعا بهشون چسبیدم و سخته برام. برای خیلی از افراد خانواده هست. من وابستگی شدیدی به مادرم دارم. من و مادرم و خواهرم وابستگی عجیبی با نسبت به هم دیگه داریم. پس درس من مشخصه که الان اونجاست که این وابستگی قطع بشه. آیا اگر ما توی خونه زندگی میکنیم من باید جام رو عوض بکنم؟ آیا اگر روزی 10 بار تلفنی با هم دیگه صحبت میکنیم که تمام داستان و شهر حالو بدیم، قراره که اونو کمش بکنم به 2 روز یه دفعه تلفنی صحبت کردن؟ پس من باید هر چیزی رو که میبینم که خیلی بهش وابسته ام، اون وابستگی رو قطع کنم. وابستگی به بچه‌مه، وابستگی به شوهرمه، چون برای تکامل کامل این هستش که من تمام این وابستگی ها رو از خودم دور بکنم تا بتونم به اون خوده برسم، به خود اصلی. پس به خود اصلی رسیدن با جمع کردن بیشتر نیست، بلکه با جدا کردن من از چیزهای بیشتر هستش. اوکی؟ خب ببینیم دیگه افراد خوشحال و راضی و موفق در زندگی چه خصوصیت هایی دارن. یکی از اونها این هستش که من خودم رو قربانی نمیبینم. قربانی بودن 2 مرتبه مثل اون که من خودم رو دوست ندارم و من ارزشی ندارم، قربانی بودن باز دوباره از اون سناریوهایی که مرتبا ما درش میفتیم. و من میبینم با کسایی که باشون کار میکنن که اصلا خودشون نمیبینن که دارن نقش قربانی رو بازی میکنن. پس تمام ما انسانها تمام خصوصیتهای بد و خوب در ماها وجود داره و ما مرتبا در طول روز لباس عوض میکنیم یا کلاهای مختلف میذاریم و ما به نقش‌های مختلف میریم. پس افتادن در اون نقشه که شما میبینین که اون زمانی که فرزند شما توی خونه هستین و دارین نقش مادر رو بازی میکنین، شما ایفاگر نقش مادر هستین. پس رفتار و کارهای شما عوض میشه، چون به عنوان یک مادر وقتی که من دارم نقش مادر رو بازی میکنم، من باید سرسنگین تر باشم، باید نمیدونم محافظه گرانه تر لباس بپوشم، باید زبانی که استفاده می کنم مؤدبانه تر باشه، چون دارم نقش مادر رو بازی می کنم. ولی همون کسی که مادره، اگر یه شب در هفته با دوستای دخترش و کسای دیگه میره بیرون که حالا داره نقش دوست دختر یا گرلفرند رو بازی می کنه، اون 2 مرتبه لباس پوشیدنش عوض میشه، آرایش کردنش عوض میشه، رفتارش راحت تر و سبکتر میشه، بیشتر جوک میگه و میگه، میخنده. پس الان داره یک نقش دیگه رو ایفا میکنه. پس ما در طول 24 ساعته نقش های مختلف رو بازی میکنیم. میریم دانشگاه نقش شاگرد رو بازی میکنیم، میریم توی رابطه نقش معلم و شاگرد رو در مقابل همدیگه. پس ماها ایفاگر نقش های مختلف هستیم. اما مسئله که برمیگرده در مورد قربانی بودن چیه؟ که من احساس میکنم که
این من و این انرژی من یا درس های من نیستش که داره این افراد و موقعیت ها رو در زندگی من میفته، بلکه اتفاقات بر روی من میفته. یعنی اینکه من با خانوادم مشکل و کشمکش دارم، پدر من به من اینجوری کرده یا میکنه، مادر من اینجوری میکنه، اون شوهر اینجوری میکنه، اون بچه اینجوری میکنه، اما ما متوجه نمیشیم که زمانی که من احساس میکنم که اتفاقات دارن سر من میفتن، یعنی که من دارم نقش قربانی رو بازی میکنم. من خودم هیچ قدرتی ندارم، من خالق این کرییشن یا دنیایی که ساختم نیستم، پس چیزا دارن سر من میان و این نقش قربانی. حالا سوالی که من به عنوان یک انسان میخوام از خودم بکنم اینه که کجاها در زندگیم من دارم این نقش قربانی رو بازی میکنم؟ و اگر که یه خورده هوشیارتر باشین و روی این قضیه فکر بکنین، متوجه میشین که هر زمانی که فکر میکنین یه کسی داره با شما یه کاری میکنه، شما دارین نقش قربانی رو بازی میکنین. پس مسئله بعدی رو که میخوام بریم روش این هستش که به عنوان یک شخص موفق که من چقدر میخندم و مسائل رو لایت یا سبک میگیرم. چون انسان‌ها به خصوص میدلیستی ها خیلی آدمای اکستریملی هستن، زیادی هستن. یعنی اینکه فرضاً اگر که ما بگیم که آره سبزی خوردن خوبه، دو تا سه تا دونه یا یه بشق پیش دست کوچیک سبزی نمیخوریم، یهو یه دیس سبزی میخوریم چون خوبه. یعنی ماها با یک ریزه و با کم چیز نیستیم، همه اکستریمیست هستیم که بیشترین، چون چیزها میبینیم که در خیلی از افراد بلک اند وایته، یا 100% سفیده یا 100% سیاه، و به همون نسبت ما قضاوت میکنیم روی مسائلی که توی زندگی ما اتفاق میفته، یا 100% تاریک و سیاه و سنگینه یا 100% روشن و بی اهمیت و چیز هستش. پس به عنوان یک انسان من باید ببینم که چه انرژی رو من کری میکنم، حمل میکنم با خودم. آیا اون انرژی سنگین و تاریکه یا آیا یک انرژی سبکه؟ پس دیگه شما نباید تحصیل کرده باشین که متوجه بشین که اگر که من چیزها رو همه رو تیره و تاریک و چیز میبینم، انرژی من یک انرژی سنگینه و اون انرژی سنگین کشیدنش و به جلو رفتنش سخته. در مقابل اون کسان دیگه که دور و بر من میان، به خاطر اون جذب انرژی، افراد سنگین و تیره و تاریک هستن. بر ضد اون، اگر که من سبک هستم، مسائل رو راحت و سبک میگیرم، اگر که هنوز اون ایگو یا حس خودپسندی من انقدر روی من کار نمیکنه که من فکر بکنم که اگر افراد به من یه چیزی میگن، حرف بدی میزنن که ناخوشاینده یا من دوست ندارم، اون اصلا هیچ ربطی به من نداره و به من نمیچسبه. چون اکثر ماها هنوز چون اون کار و روش های ایگو یا حس خودپسندی رو رفته، ما مرتبا در حال عکس العمل نشون دادنیم. این چه آدم بی تربیتی بود به من اینجوری گفت، به من برخورد، این چرا اینجوری رفتار کرد، اصلا رفتارش شایسته نبود، من ناراحت شدم. پس هر زمانی که من میبینم که افراد خارجی دارن یک احساسی رو در من به وجود میارن، دارن من رو منقلب میکنن، متوجه بشین که کی سر کاره، خود یا ایگو. چون تمام این احساسات بد و تمام اینایی که ما مرتباً تو چاله میریم و هی تحت و تحت‌تر میریم، به خاطر این هستش که اجازه میدیم که اون ایگو با ما بازی کنه و متوجه بازی‌های 24 ساعته این ایگوه نیستیم. اوکی؟ پس برمیگردم به افراد راضی و موفق. افراد راضی و موفق افرادی هستن که بهش میگیم light spirit، روحهای سبکن، که سبکی اونها باعث میشه که خیلی مثل یک توپ راحت باونس بکنن. پس بنابراین یه چیزی، یه کسی به من یه حرفی میزنه، من متوجهم، آگاه هم اصلا به خودم نمیگیرم، میگم
حتما احساسش این بوده، اصلا به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه، یا اینکه اون حتما داره اون احساس درونی خودش رو شیر میکنه که الان در چه احساسی هستش، چون اینو همیشه من باید به عنوان یک انسان به خاطر داشته باشم. اگر که افراد حرفی میزنن که منو اذیت و آزار میکنن یا ناراحت میکنن، فقط یک چیز دارن به من میگن که حال درونی من چیه، و وظیفه من اینه که عکس العمل نشون ندم راجع به اون حرف یا اون احساس یا هر چی. پس اگه مرتبا من به خودم میگم به من ربطی نداره که دیگران چی روی من فکر میکنن، اصلا جای من نیست که بخوام بدونم که دیگران روی من چی فکر میکنن، این قضیه حل میشه. پس افراد موفق افرادی هستن که مسائل حرفها رو به خودشون نمیگیرن، بنابراین چون هی بیشتر به خودشون جذب نمیکنن، سبکن و راحت تر میتونن جلو برن. چون شما فکر بکنین که چقدر این افکاری که در شما مرتباً داره میچرخه، این که دیگران راجع به من چی فکر میکنن، نظر دیگران راجع به من چی هستش، چقدر در طول روز من دارم انرژی مصرف میکنم سر حرفهای بی خودی که من رو به هیچ کجایی نمیبره. انرژی من گرفته میشه به خاطر یه سری حرفهایی که اصلاً نه به من احساس خوب میده، نه من رو به جلو میبره، نه من رو آگاه میکنه، نه من رو به هدفم میرسونه. اوکی؟ پس رضایت از سبک بودن میاد که من چیزها رو به خودم نمیگیرم، هر چیزی که به من میخوره بلافاصله منعکسش میکنم بیرون و متوجه میشم که افراد هیچ وقت چیزاشون، حتی اگر من فکر میکنیم که با خصومت به من اینو گفت، حتما یه منظوری داشت که اینو گفت، اینو بدونین که همه افراد درگیر خودشونن و اون چیزی رو که میدن بیرون شخصیش نگیریم. پس اگه من یاد بگیرم که هیچ کدوم از مسائل رو شخصی نگیرم، اگر کسی میگه و میخنده میگم ای امروز چه روز خوبی داره، چقدر خوشحالم براش که حالش خوبه سر حال. اگر چیز بدی میگه و چیزی که من رو اذیت میکنه و زبانش یا اون چیزی که میاد با مهر و عشق و علاقه نیست، احساس میکنم که واش امروز حتما روز بدی داشته، شاید دیشب نمیدونم با همدیگه یه آرگومنت داشتن، دعوایی بوده. پس مسائل رو من به خودم نمیچسبونم، متوجه میشم که افراد هیچ خصومتی با من ندارن. و دو مرتبه یکی از چیزهایی رو که من میدونم اینه، این هستش که واقعا وقتی که من متوجه این کانسپت یا این مسئله میشم که هیچ فردی نه بده و نه خوبه و تمام افراد معلم های من هستن، پس بد و خوب دو مرتبه از کجا میاد؟ از قضاوت میاد. دوباره یکی از درسای من، یا افرادی که موفق هستن قضاوت روی هیچ چیزی نمی کنن. قضاوت نداشتن یعنی چی دوستان؟ یعنی این که وقتی که یک روز شروع میشه، من نه اون روز رو خوب میبینم نه بد میبینم، موقعیت ها رو نه خوب میبینم نه بد میبینم، همه چی خوب و عالیه، چون در این لحظه بودن و بدون قضاوت بودن هر موقعیتی رو ویلکام میکنم، میپذیرم که بیاد، و هر موقعیتی که میاد چون که قضاوت ندارم اون موقعیت رو بد و خوب نمیبینم. دوباره یکی از مسائل آگاهی یا هوشیاری برای من انسانی اینه که من قابلیت دیده این که اون مسئله که در زندگی من پیش میاد خوب باشه یا بد باشه رو ندارم، چون همیشه میشنم این که میگم لنزای ما انسان ها خیلی کوچیکه، ما هیچ وقت اون تصویر گنده ها رو نمیبینیم. برای این من یهو بیکار میشم، فکر میکنم که این بزرگترین داستان یا صدمه ای بوده که چرا سر من اومده، در صورتی که متوجه نمیشم به خاطر اینکه من تا قبل از این که این اتفاق بیفته و من رو از کار بیکار بکنن، کارم رو دوست نداشتم، یه حقوقی بوده که می اومده، بنابراین من روزانه یه جوری خودم رو می کشیدم و می رفتم اونجا و یه جوری همون چند ساعت رو می گذرنم، از قلب و با دل و جون اونجا نبودم چون کاره رو دوست نداشتم. پس زمانی که این مسئله پیش میره، حالا این دنیا میاد میخواد میگه که ببین تو خودت این قدرت یا قابلیت رو نداری که متوجه بشی که کاری رو که دوست نداری نباید توش بمونی، بنابراین من برات موقعیت رو جلوت میذارم، تو فایر میشی، کارش رو از دست میدی. پس اگر من هوشیار هستم، حالا در اون زمان یه دفعه به من فشار میاد
که پس حالا که کارمو از دست دادم چه کار بکنم؟ پس موقعیت ها و درهای بیشتری برای من باز میشن. ولی من چجوری میبینم؟ من اون رو بزرگترین فاجعه تو زندگی میبینم و حالا به خاطر اینکه متوجه بشم او این یک موقعیت عالیه، حالا من چی کار میتونم بکنم؟ چه کاری بوده که دوست داشتم؟ کجا میتونم برم؟ انرژیم رو کجا میذارم؟ انرژی من هی گذاشته میشه روی چسبیدن به اون موقعیت قبلی که چرا اینجوری شد، چرا به من نوتیس نداد، میتونست یه ما جلوتر بگه، میتونست اینجوری بکنه، او به خاطر اون یارو بود که منو اینجوری کرد. و ما میمونیم. چرا؟ چون سنگینیم، چون میچسبیم به موقعیت‌های قدیمی و در گذشته میمونیم، به جای اینکه بلا فاصله مثل اون باونسی که گفتم این نشد، اوکی خیلی ممنون که این موقعیت رو برای من گذاشتی، بذار ببینم چه موقعیتی یا چه چیزی هستش، اون چیز اصلی و واقعی که من دوست دارم چیه. و سوال بهتر اینه که واقعا اون سول پرپس یا اون هدف اصلی روحی من که اینجا اومدم چیه و من کجا باید برم؟ پس الان این موقعیت به من داده شد که اونجا برم. مرسی. 5 دقیقه بیشتر وقت داریم. خب پس بنابراین دوستان، این از این یکی دیگه از خصوصیت ها اینه که من سبک باشم و بلا فاصله وقتی یک اتفاقی میفته شخصیش نکنم، به خودم نگیرم و فکر بکنم که این یک بلسینگ، یک هدیه‌ای هست که از طرف این دنیا به من داده شده و حالا یک چیز بهتر. پس بنابراین یکی از راه‌هایی که من میخوام چیزها رو ببینم، اگر که میبینم یه سری ایمیل های گریه‌زاری که آره من با یکی آشنا شدم و بهش عشق دادم و فلان اینا رفت و حالا نمیتونم و نمیتونم ولش کنم و نمیتونم، اینا تمام چیه؟ اینا تمام درسای زندگیه. یعنی اون زمانی که یه کسی از زندگی من میره اون رو بپذیرین، ویلکام ایت، برای که همیشه این دنیا یه چیز بهتر برای من داره. اما دید من چجوریه؟ دید من باید مرتبا این باشه که تو بهتر میدونی. پس هر موقعیت که تو زندگی من میاد، پذیرفتن اون مسئله و اینکه مطمئنم که یک چیز بهتری منتظر من هستش، چیکار میکنه؟ انرژی منو شیفت میکنه، انرژی من مثبت میشه و میفتم توی یه چیز بهتر. اوکی؟ خب یکی دیگه از چیزها لبخند زدنه. بنابراین گاهی اوقات من توی خیابون راه میرم و میبینم که افراد خیلی عبوسن یا نمیدونم، یه مقداری شاید توی فرهنگ ما این قضیه پیش اومده که جدی باش و خودتو نگهدار و شل نباش و نخند و نمیدونم هر هر کر کرت برای چیه. و بنابراین اینا توی بلیف سیستم یا سیستم باوری ما مونده که ما جلف نباشیم، اگه میخندیم جلفیم و اگر نمیدونم خودمون رو جدی نگه نمیداریم سبکیم و تمام این چیزها. و الان وقتشه که یواش 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 که ما داریم به آگاهی و هوشیاری بیشتر میرسیم، بیایم ما در هر فرهنگی که هستیم خودمون رو، در نه فقط فرهنگ، در هر موقعیتی ما میخوایم ببینیم که، یعنی اینم دو مرتبه یکی از چیزهای انسانهای موفقه، که چه چیزهای خوبی اینجا هست، من اون چیزهای خوب رو میگیرم، چه چیزهای بدی اونجا هست، اونا رو رها میکنم. پس بنابراین زمانی که من چسبندگی دارم به فرهنگم و به کشورم و به نمیدونم اینو به همه چی میچسبم و یکی برمیگرده میگه که آره شما مثلا ایرانی ها اینجوری، اوه به من بر میخوره و جواب پس میدم و نمیدونم این داستانا، در صورتی که وقتی که من متوجه اون قضیه اصلی یکی شدن میشم، یکی شدن یعنی چی؟ یعنی تمام ماها یکی هستیم، یک انرژی و یک سورس هستیم و ما این انسانهای ناگاه بودیم که اومدیم خط و مرز کشیدیم و نمیدونم کشورها رو از هم جدا کردیم و چیزها رو از هم دیگه جدا کردیم و این جدایی و سوایی رو مرتبا ما انسانها به وجود میاریم. پس بنابراین شما خودتون رو به هیچ چیزی نچسبونی و زمانی که مسائل تو زندگی خودتون رو نشون میده در هر شرایطی، فرهنگ اینه اونه، چه چیز خوبی داره من میگیرم، چه چیز بدی داره من. افرادی که تو زندگی میمونن افرادی هستن که مهاجرت میکنن و فرضاً به امریکا و اروپا میرن
ولی همون مدل 30 سال پیش و 40 سال پیش ایران زندگی میکنن، همون توقعات و همون باورها و همون نون سنگکشون رو میخورن و همون پنیر رو میخورن، روز بعد از روز بعد از روز زبانم یاد نمیگیرن و ای به من چه اینا برن یاد بگیرن، حالا من چرا باید انگلیسی یاد بگیرم. و این چسبندگی های و باورهای قدیمی و بیخودیه که ما رو عقب نگه میداره. پس بنابراین شما در هر کجا که هستین باید بگیرینش. هیچ چیزی سیاه و سفید نیست، یادتون باشه. مردمان هیچ کشوری بد یا خوب نیستن، مردمان هیچ کشوری هیچ خصوصه، در اول همه ما انسانی و انسان‌ها یه چند تا میگیم 6 تا human needs، احتیاجات انسانیه که کلیه و فرق نمی‌کنه که شما مال افغانستان باشین، نمیدونم مال امریکا باشین یا مال زعیر باشین. در هر صورت انسان‌ها وقتی تحقیق کردن دیدن که اون احتیاجات انسانی یکیه، عنصر اصلی ماها انسان‌ها همه یکی هستش. اوکی؟ پس اوکی، وقتمون اسی گفت تموم شد دوستان عزیز. فقط اینجا من این تیکه رو می‌بندم. پس بنابراین می‌خواین شخص موفقی باشین، باید این شرایط و مسائل رو در نظر داشته باشین. باید روزانه لبخند بزنید. لبخند زدن در رو باز میکنه. یه خانومی چند هفته پیش اومدن پیش من و به من گفتن که من چرا تو رابطه نیستم، خوشگل که هستم، خوشهیکل که هستم، تحصیل کردم که هستم، چرا کسی تو زندگی من نمیاد؟ بهشون گفتم که شما باید به صورتتون هم اینو بگین. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که من وقتی شما رو میبینم، صورت شما و بادی لنگویج، حرکات بدنی شما به من خوش آمد نمیگه. بنابراین من میگم او، من میخوام از این آدم دور وایستم. اوکی؟ ولی اون زمانی که ما لبخند میزنیم، صورت ما باز میشه، عضلات صورت باز میشن، کمیکال های مغزی تغییر پیدا میکنن. پس این باید یکی از تمرین های بزرگ من باشه که از صبح تا شب فقط بخندیم و هر چیزی که کمک میکنه که شما احساس خوب داشته باشین. و آخر آخرش هم در نظر داشته باشین که هدف اصلی من اینه که اومدم تو این دنیا بازی کنم. این زندگی it's a game، یه بازیه. بازیه رو بلد باشین، خوش و خوب و سرحالین. بلد نباشین، مرتبا داستان و گره تو زندگیتون میاد. خب دوستان، وقت برنامه تموم شد. برنامه رو لطفا دو مرتبه تکرارش رو نگاه بکنین. دوباره تا اینجا بله 8 امشب دست شما و 11 صبح فردا. مرسی اسی جون. امروز جمعه است، آف اسکیجول ما اومدیم. 8 شب دوباره برنامه پخش میشه. شنبه و یک شنبه 11 صبح لس آنجلس، 10:30 شب ایران دوباره پخش میشه. دوستان دوباره آخر برنامه اعلام بکنم که من در ویکند 16 و 17 سان فرانسیسکو 2 روز سمینار خواهم داشت. اگر علاقه من هستین تشریف بیارین به sudibernet@yahoo.com یا sudiyazdi@yahoo.com ایمیل بزنید. با آرزوی عشق و بهترین ها تا هفته آینده. I love you.